انتقامگیری جبهه مقاومت یا تخریب احمد مسعود. به نام خداوند بخشاینده مهربان، به سرویس اطلاعاتی ما خوش آمدین. هارون میرسعیدی. آنانی که بنده را از روی عدم آگاهی درست متهم می کنند که از جبهه مقاومت نباید انتقاد کنیم، بفرمایند پاسخ دهند برنامه ها دستاورد های رهبری چیست. بنده کدام خصومت شخصی با هیچ فردی ندارم، بلکه روابط دوستانه نیز دارم. نقطه نظر مخالف و مقاومت هم ندارم. مقاومت حاصل مبارزه و خون مردم ماست و باید حفظ شود. رهبری جبهه مقاومت ملی احمد مسعود، پسر قهرمان ملی احمد شای مسعود، به همراه تیم بچه های ورزاب زمانی که شعار مقاومت دادن و گفت تا جای کلاه و پکولم باشد مبارزه می کنم چی شد. احمد مسعود با مشورت امرالله صالح و پافشاری او مخالفت با مذاکرات نمودند و سنگ سینه مقاومت را زدند. سوال اصلی اینجاست، این رهبران محاسبهشان روی کدام تدابیر، برنامه، امکانات و حمایت های سیاسی بیرونی و درونی بود؟ در صحنه عمل زمانی که جنگ را وارد پنجشیر ساختند و زمینه را برای جنایت طالب هموار ساختند باز چی شد؟ بعد زمانی که به دوشنبه رفتند طرح و برنامه نظامیشان چی شد؟ جوانان زیادی را قربانی دادیم، قرارگاه ها و فرماندهان جهاد را بدون تدبیر دست طالب دادیم، تمام سرمایه های مقاومت را قربانی خودخواهی، جا طلبی، عقده و تبعیض و تعصبات محلی نمودند. به جای وحدت و اتحاد ایجاد گفتمان، احانت و دشنام به همسنگران قهرمان ملی و حوزه جهاد مقاومت سر دادند و سرانجام بفرمایید دستاورد و برنامه های خود را برای مردم تشریح کنید. و من الله توفیق. هارون میرسعیدی. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقات خوش داشته باشین.